درود به همه شما ورزشتیوبی های عزیز و دوست داشتنی. امروز بالاخره پیوستن محبی به استقلال به صورت رسمی اعلام شد و مسئولان آبی های پایتخت در تلاشند تا محبی را به دومین بازی استقلال در لیگ برتر برسونند. در طرف مقابل ورزش 3 و ایران ورزشی خبر از انجام همه توافقات لازم از طرف باشگاه پرسپولیس با آلف مانگا دادن و اعلام کردند که این بازیکن برزیلی آخرین خرید پرسپولیس در این پنجره نقل و انتقالات خواهد بود. اما خبری که بیشتر از همه اینها مورد توجه قرار گرفته خبر بازگشت حسین زاده به استقلال. گفته میشه باشگاه شارلوا که مالکش هم ایرانیه برای پرداخت حق فسخ حسین زاده که 250,000 دلار به مشکل خورده و به احتمال زیاد پدیده فصل گذشته استقلال به این تیم برمیگرده. چیزی که واضحه اینه که خط هافک استقلال حتی بعد از خرید محبی هم از قدرت کمتری نسبت به خط هافک پرقدرت پرسپولیس برخورداره، ولی بازگشت حسین زاده میتونه به نوعی تعادل رو توی این بخش بین سرخابی های پایتخت برقرار کنه. کنفرانس خبری بازی استقلال و سپاهان امروز برگزار شد. مورای سرمربی سپاهان در کنفرانس خبری اعلام کرد که تیمش کاملا برای بازی فردا آماده است و میتونه بازی خوبی رو به نمایش بذاره. مورای حاضر به پیشبینی بازی نشد، ولی اعلام کرد که با تمام قدرت برای شکست دادن استقلال تیمش رو آماده میکنه. در طرف مقابل ساپینتو با اعتماد به نفس بالا گفت که سپاهان اصلا آماده سازی خوبی نداشته و از این جهت در موضع ضعف قرار داره. ساپینتو با اعتراض به بدون تماشاگر شدن بازی تیمش با سپاهان، اونم در حالی که استقلال میزبان این مسابقه بود، اعلام کرد که امیدواره تا بازی برگشت در اصفهان هم بدون تماشاگر باشه. خب بریم یه سری بزنیم به والیبال. ظاهرا اوضاع توی تیم ملی والیبال کشورمون، اونم درست قبل از مسابقات قهرمانی جهان، کاملا به هم ریخته. محمد موسوی که امروز صبح کاپیتانی رو از عبادی پور گرفته بود و قرار بود به عنوان کاپیتان تیم ملی رو در جام جهانی همراهی کنه، بعد از انجام یه مصاحبه طوفانی از حضور در این مسابقات انصراف داد. خوشحال هستیم شما رو میبینیم در ترکیب تیم ملی. موسوی یک وزنه فراموش نشدنی هستید شما، و به هر حال به درخواست کادر فنی تیم ملی و البته تایید فدراسیون از شما هم دعوت شده، نه فقط به عنوان یک بازیکن عادی بلکه به عنوان یک بازیکن با تجربه و به عنوان کاپیتان تیم در کنار تیم ملی شایسته والیبال در رقابت‌های جهانی باشید. از خودت و شرایط آمادگی بگو. میخوام از اول راجع به اومدنم و شرایطی که به وجود اومد و صحبت هایی که از گذشته بود صحبت بکنم. من از فکر میکنم از قبل از عید بود، آقای عطایی با من در تماس بود. من ترکیه بازی میکردم فنرباخچه و از اون موقع با من در تماس بود و به من میگفتش که به شما نیاز داریم از نظر حداقل فکری، از نظر انسجام تیمی و از نظر فنی به شما نیاز داریم و ما میخواییم از شما استفاده بکنیم. خب خیلی با هم دیگه صحبت کردیم و نتیجه بر این شد که بیام اردو. خیلی دودل بودم، خیلی سخت بود برام، چون که مدت طولانی هم نه تمرین داشتم نه مسابقه از سال گذشته، و تصمیم بر این شد که بیشتر به حرف مادرم، گفتش که حتما برو و شرایط رو قشنگ تمامش کن اگر که میخوای تمامش بکنی. ولی الان یه ذره پشیمونم، الان یه ذره پشیمونم از اینکه اومدم و چطوری میتونم بگم که احساساتم رو میتونم کنترل کنم. من همیشه توی تمام دوران والیبالم سعی کردم که مفید و مثمر ثمر باشم و در خدمت تیم باشم. الانم همینه، اگر اینجام، اگر که اومدم سر تمرینا به خاطر احساسی که کردم، گفتم شاید میتونم به تیم کمک بکنم و هیچ چیز دیگه ای نبوده. نه دنبال پول هستیم ما اینجا توی تیم ملی، نه دنبال چیز دیگه. هر چیزی که بوده فقط صرفا به خاطر این بوده که بتونم به تیم کمک بکنم و لبیک گفتیم به این دعوت. و با اینکه خیلی دلخوری ها حال بود و حالا نمیخوام راجبش صحبت بکنم، ولی الان پشیمونم. الان فکر میکنم دیگه نتونم ادامه بدم با تیم، شرایطشو واقعا ندارم من، چون باید حتما دلم یه جایی که دارم کار میکنم باشه، چون با تمام وجودم همیشه کار کردم. من نه بازیکنی بودم که با مصدومیت بشینم کنار، نه بازیکنی بودم که خسته بودم بشینم، نه، من همیشه تمام تلاشمو کردم. خوب یا بد بوده دیگه مردم و اصحاب رسانه و کارشناسای محترم میتونن نظر بدن، یه موقعی بد بوده یه موقعی خوب بوده، ولی الان شرایطی ندارم قلبا که بتونم به تیم کمک بکنم. اگر که باز هم میتونستم، فکر میکردم که میتونم بازم به تیم کمک کنم، با این شرایط هم که وجود داره قطعا به تیم کمک میکردم، ولی الان به نظرم شرایطش وجود نداره. یه مقداری ناصداقتی میبینم و
شرایط مساعدی نیست، هیچ چیزی سر جاش نیست، حتی یه پروتئین توی سالن یه مکمل ورزشی سر تامین بچه‌ها نیست، هتل نبود، ما صحبت کردیم حالا یه هفته بچه‌ها رفتن هتل، شرط بگونه نیست که اصلا فیزیوتراپ ما فیزیوتراپی که بچه‌ها باش راحت باشن بتونن کار درمونشون انجام بدن، بچه‌ها ظهر بعد استراحت کنن بلند میشن میرن بیرون و کار تراپیشون انجام میدن، آسیب دارن، سختی هست و این شرایط شرایطی نیست که ما بتونیم مقابل بزرگای والیبال دنیا، مقابل کسایی که همه جور امکانات سخت افزاری دارن بتونیم مقابله کنیم. یعنی ما اگر که مردم از ما انتظار دارن که باید نتیجه بگیریم، باید واقعیت های اینجا رو بدونن. الان واقعیت ها خیلی اسفباره، واقعا خوب نیست، هیچ کی به هیچ کی انگار که اعتماد نداره، راست نمیگه و اون چیزی رو توی رسانه ها منتشر میشه که واقعیتش اینجوری نیست که من میدونم. من توی این تیم هستم، قبل از اینکه بیام اینجا از بچه های خود تیم شنیدم و الانم خودم اینجا حسش کردم اینو و اصلا صداقت خیلی کم دیدم. یعنی این چیزی که بایستی باشه، باید روحیه تیمی باشه، جنگندگی تیمی باشه، اینو من اصلا ندیدم و من به شخصه امروز که اصلا اومدم سر تمرین یه حالی بودم که دوست داشتم به آقای عطایی بگم که آقا من نمیتونم واقعا تمرین کنم، اگه شرط تمرین منم دیده باشین اصلا نمیتونستم تمرین بکنم. روزای قبل خیلی با تمام تلاش، یعنی با تمام وجودم تمرین کردم، چون من 3 ماه تمرین نکرده بودم، تمرینات بدنسازیمو داشتم ولی تمرین والیبالی نداشتم، ولی اومدم تمام فشارها رو درد میگیره بدن آدم وقتی یه مدت تمرین نمیکنه، مفصلات خشکه، نمیدونم 35 سالمه. من اومدم با تمام این وجود اومدم کار کردم، اومدم که به تیم بتونم کمک کنم، ولی شرایط واقعا شرایطی نیست. دوست ندارم وارد جزئیات بشم، اگه که یه مجالی بود که بتونیم راجبش، طولانیه واقعا، میشه ساعت‌ها راجبش صحبت کرد که چه شرایطی وجود داره اینجا، چه اتفاقاتی میفته و اصلا راجبش صحبت نمیشه. امیدوارم که حرفای من باعث حاشیه برای تیم نشه. من صادقانه اومدم اینجا گفتم که آقا من نمیتونم به تیم کمک کنم با این شرایطی که هست. من سید محمد موسوی کوچیک همه، یک عضو کوچیک از جامعه والیبال تو این 17-18 سال گذشته بودم. همیشه یک مربی بیاد بگه که آقا موسوی کمکاری کرد، یه جایی نمیتونم بد بازی میکنم، یه جایی خوب بازی میکنم، ولی تمام وجودم رو همیشه گذاشتم، چه تو خارج از کشور باشگاهی، چه تو ایران، چه تو تیم ملی. یک مربی بیاد بگه که آقای موسوی کمکاری کرد، اینجا وارد سیاسی کاری شد، ولی اینجا سیاسی کاری داره میشه، من اینو نمیپسندم، نمیتونم قلبا تا جایی که دلم نباشه واقعا نمیتونم اینو این کارو انجام بدم. امیدوارم که این بچه‌ها چون استعدادای بی‌نظیری ان واقعا، یعنی من وقتی سر تمرین‌ها رو میبینم کیف میکنم. این تیم ارزش خیلی بها دادن بیشتر داره، ارزش امکانات خیلی بهتر داره و ارزش صادق بودن داره، ارزش گذاری باید بشه برای این بچه‌ها. این بچه‌ها طلا ان، یعنی من از نسل طلایی که اسم ما رو گذاشتی، نسل طلایی، اینا از ما خیلی بهترن از نظر فیزیکی، از نظر فنی، فقط یه تجربه مونده که اینا کسب میکنن، قطعا در آینده بهتر میشن، ولی چیزی که مهمه امکانات، چیزی که مهمه مدیریت و چیزی که مهمه رهبری این تیم، این بچه هاست که بتونن به درجات عالی برسن. من برای والیبال آرزوی موفقیت میکنم از الان. هم این به معنای خداحافظی من از والیبال نیست، من توی بهترین شرایطم هستم و فکر میکنم باز هم بتونم به تیم ملی کمک کنم اگر شرایطش باشه و اگر از من درخواست بشه، ولی با احترام، یعنی جوری باشه که من حس نکنم که یه بازیکنی ام که یه ماشین چه میدونم کشاورزیه و هر وقت بخوان استارت بزنه روشن شه یه زمین رو درو کنه، نه اینجوری نیست. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما از اون رو در جریان اتفاقات و حواشی ورزش ناجهان قرار بدم.